فریده جعفری، متخصص داخلی از پاریس، فوق تخصص طب سالمندان از پاریس، دارای دیپلم دانشگاهی در رشته های شناخت درمانی و رفتار درمانی، سیکولوژی سالمندان و سکسولوژی و همینطور مدیتیشن بر برنامه شناخت شناسی که در پیشگیری از افسردگی از آن استفاده می شود. خانم جعفری از سال 1983 در پاریس مشغول به کار است. خانم جعفری خوش بیاید. گفتم که قبل از اینکه وارد تمرین مدیتاسیون بشم من سعی میکنم یه صحبت کوتاهی راجع به این روش برای شما بدم تا بدونین که در حقیقت ما چه کاری میخوایم انجام بدیم بر مبنای چه فلسفه و روشی هستش. این روشی که من ازش استفاده میکنم به اسم مایندفولنس. فکر میکنم که اکثر شما با این سوژه آشنایی داشته باشین و یک نوع مدیتاسیونه. مدیتاسیون همطور که میدونین از 2500 سال پیش وجود داشته و انواع مختلف داره. مثل اینکه ما وقتی میگیم پزشکی، قدیم پزشکی یه چیز بود ولی الان گونه های مختلف داره و این مدیتاسیونی که استفاده میکنیم مایندفولنس در حقیقت یک نوع مدیتاسیونی هستش که از سال 1980 وارد عرصه پزشکی شده. درسته که از مکتب بودیسم سرچشمه گرفته، نشأت گرفته، ولی جنبه مذهبی اون خارج شده، قانونمند شده و وارد عرصه پزشکی شده. در ابتدا از این روش در مورد بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های مزمن مثل سرطان و یا بیماری‌های دیگه‌ای بودن و یا از دردهای زیاد شکایت داشتن استفاده شد و بعد از پیاده کردن این روش به مدت 3 ماه آزمایش‌های مختلف از طریق MRI فونکسیونل و بیولوژی مولکولر نشون می‌داد که مقدار درد اینا کاهش پیدا کرده، مقدار استرس و استرابشون کاهش پیدا کرده و اینا تونستن با مریضیشون رابطه دیگه پیدا کنن، با خودشون و با اطرافیانشون هم رابطه بهتری پیدا کنن. بعد از اون این وارد عرصه پسیکولوژی هم شد و در پیشگیری از دپرسیون هم ازش استفاده شدش و الان در جوامع غرب به خاطر وجود مقدار زیادی استرسی که جوامع جدید به وجود آورده از این روش در شرکت‌های بزرگ، آدمای مثلا حتی در پارلمان انگلیس چند وقت پیش تو تلویزیون فرانسه نشون میداد که قبل از اینکه برنامه شروع بشه اینها شروع کرده بودن به یک مدیتاسیون به مدت 3 دقیقه و آدمای مهمی مثل کلینتون، مثل اوباما، مثل خانم کلینتون هم همینجور از این روش استفاده میکنن به خاطر اینکه یا کسایی که تاس بازی میکنه، کسایی که کنفرانس های زیاد دارن، به خاطر اینکه این باعث میشه که تمرکز آدم زیاد بشه و آدم با آرامش بیشتری بتونه راجع احساسات خودش رو تحت کنترل خودش بگیره. حالا میایم به یه توضیح کوتاه دیگه هم بدم راجع به که اصلا چی هست. مبنای این، یعنی پایه و اساس این روش در حقیقت بر 2 چیز. اصل اول بودن در زمان حاضره. یاد بگیریم که چگونه در زمان حاضر زندگی کردن، یعنی بودن در زمان حاضر. گذشته در ذهن ماست و آینده هم هنوز نیامده. بنابراین ما اگر بتونیم در زمان حاضر باشیم، آزمایش های مختلف هم نشون داده که مقدار استرس آدم کم میشه و احساس و یا کپاسیته و قدرت آدم رو در لذت بردن از زندگی زیاد میکنه. و یکی دیگه نوع خاص از توجه هستش که توی تمرین ها بدن یواش یواش طی این 2 روز بهتون میگم. به طور خلاصه مدیتاسیون یا مایندفولنس با آدم یاد میده چگونه آگاهانه زندگی کنه، چگونه هوشیارانه با خودش برخورد بکنه، به پیرامونش برخورد بکنه و به اطرافیانش برخورد کنه. حالا تمرین رو با هم دیگه شروع میکنیم. این تمرین به اسم فضایی برای نفس کشیدنه و
و اینو براتون توضیح بدم که نفس کشیدن پایه و اساس تمامی مدیتاسیون ها هستش و از اون برای وصل شدن به زمان حاضر استفاده میکنن. این تمرین 3 دقیقه طول میکشه و هر بخشش 3 بخش هست و هر بخشش هم 1 دقیقه است. برای شروع تمرین هر جایی که هستین، هر کاری که داریم میکنین، اگر تصمیم میگیرین این تمرین رو انجام بدین، اون کار رو کنار بذارین و به صورت صاف بشینین. یعنی اینکه طوری قرار بگیرین که سرتون، گردنتون، ستون فقراتتون در یک راستا قرار گرفته باشه. بعد از اون سعی کنین که پاهاتون رو روی زمین طوری بشینین که پاهاتون حتما روی زمین قرار گرفته باشه، لمس کنه زمین رو. شونه هاتون رو باز کنین، یه حالت آزاد داشته باشین و دستاتون رو بذارین روی زانوتون و یا اینکه روی روناتون بذارین. چشماتون رو ببندین و اگر کسایی هستن که دوست ندارن که چشماشون رو ببندن، میتونن چشاشون رو باز نگه دارن ولی به یه نقطه روی زمین نگاه بکنن. بنابراین تو این حالت، این حالتی که صاف نشستیم، اینا رو شروع میکنن به تمرین. قسمت اولش یک با خودتون بگین الان چی در من میگذره، چه احساساتی در من جریان داره، آیا جایم درد میکنه، آیا رنج میبرم، آیا خوشحالم، زیاد از خودم انتقاد میکنم. یه برآوردی از وضعیت خودتون بکنید و حتی میتونید تو این حالت یه اسمی هم براش بذارید، مثلا درد، خوشحالی، ناراحتی، عصبانیت یا هر چیزی که میخواین داشته باشید. خوب با حالتهای خودشون به اعضای بدن خودتون و به فکراتون و به احساساتتون توجه کنید. قسمت دوم در مورد نفس کشیدنه. آرام آرام نفس بکشید بدون اینکه کنترل بخواید بکنید نفساتونو. نفس کشیدن یه چیز اوتوماتیکه، شما فقط اونا رو دنبال کنید. میبینید که در دم هوا وارد ریه‌هاتون میشه، در بازدم هوا خارج میشه، در دم قفسه سینه‌تون بالا میره، در بازدم قفسه سینه‌تون پایین میاد. وقتی که نفس میکشین در دم یک لحظه هست که یه مکسی هست که دم تبدیل به بازدم میشه و هوا از سینه‌تون خارج میشه. کسانی که استراب دارن یا فکرهای مشغولی دارن و نمیتونن خودشون رو روی تمرکز بدن روی نفس کشیدن، میتونن بگن دم یک، بازدم یک، دم دو، بازدم دو و همینطور تا 5 تا. اگر دیدین که فکر اومد تو سرتون، مشکلی نیستش، مغز داره کار خودش انجام میده. مغز مثل یه ماشینیه که دائما داره فکر میسازه. شما این فکرها رو فقط نگاه کنید و سعی کنید آروم آروم برگردیم به تنفس. یه فکرهای ممکنه ناراحت کنندم نباشه، مثلا میگه این چه کاری میخوادی من دارم میکنم، دارم وقتمو تلف میکنم، یا اینکه باید برم مثلا به فلان کسی تلفن کنم. اشکالی نداره به خودتون بگید من الان توی تمرینم، برگردم به تمرین دوباره و برگردیم به تمرین. بخش سوم که این بخشم باز یک دقیقه است، اینه که شما در حالی که دارین بازم نفس میکشین، آرام نفس میکشین، سعی کنین اعضای بدن خودتون رو یکی یکی توی اونا نفس بکشین. شروع کنین از انگشت پای چپتون شروع کنین، توی انگشت پای چپتون نفس بکشین، توی ساق پایتون نفس بکشین، تو
توی رونتون نفس بکشید. شاید یه جاییتون درد میکنه، اگه کمرتون درد میکنه توی کمرتون نفس بکشید. توی حالت صورتتون نفس بکشید، میبینید که شونه هاتون خیلی منقبضه. سعی کنید توی شونه هاتون نفس بکشید و اونها رو آروم بکنید. باز دوباره ممکنه که فکرها بیاد تو ذهنتون، دوباره همین راجع به اون فکرها قضاوت نکنید، انتخابشون نکنید، ناراحت هم نشید که از این فکرها اومده تو سرتون. سعی کنید برش گردونید دو مرتبه نفس به بررسی و بدنتون، به نفس کشیدن توی اعضای بدنتون. هر بار که شما این فکرها به سرتون میاد و بر میگردید به نفس کشیدن، این در حقیقت مثل یک تمرینه. درست مثل این که ما وقتی که میخواییم عضلمون رو قوی بکنیم، شروع کنیم به ورزش کردن تا یه عضله قوی بشه، این هم یک نوع تمرینیه که باعث میشه یک بخشهایی توی ذهن ما قوی بشه که در کاهش استرس و استرس نقش خیلی مهمی داره. حالا این تمرین تموم شد. من فقط چند تا توضیح، چشاتون رو میتونیم باز کنیم، من چند تا توضیح دارم اینجا براتون. اینه که این تمرین 3 دقیقه بیشتر طول نمی کشه و شما میتونید اینو در جاهای مختلف انجام بدید. مثلا وقتی تو قطار هستید، توی مترو هستید، توی سالن انتظار مطب دکتر هستید، در حال لازم نیستش که حتما یه جایی، ولی اگر نه میتونید وقتی که شما ناراحتین اینو انجام بدید، وقتی که فکرهای مختلف زیادی به سرتون میاد انجام بدید، موقعهایی که حتی موقعهایی که خوشحالی میتونید اینو انجام بدید، چون که این باعث میشه آرامش بیشتری داشته باشید و اون موقع اون خوشحالی رو بیشتر بتونید لمس کنید، بتونید بیشتر از اون شرایط خوب زیبا لذت ببرید. بنابراین این تمرین نیست. بعضی ها ممکنه که دوست داشته باشن که این تمرین رو به صورت دائمی و مرتب، مثلا صبح که از خواب پا میشن انجام بدن یا شب که میخوام بخوابن انجام بدن، باعث میشه آدم راحت تر بخوابه. یا مثلا فصل یه کنفرانسی هستش، سخنرانی دارن، قبلش انجام بدن و این باعث میشه که آدم کنترلش به خودش بیشتر بشه. و اتفاق گفتم الان که توی مجلس انگلیس من دیدم که نشون میداد تو تلویزیون، قبل از اینکه برم نماینده برم توی مجلس، مدت 3 دقیقه یه همچین تمرینی رو انجام دادم. و این در حقیقت این تمرین مثل اینه که ما یه ملاقاتی، یه قرار ملاقاتی با خودمون می‌ذاریم و یه برآوردی از وضعیت خودمون می‌کنیم. همونطور که می‌دونیم جوامع جدید با رشد تکنولوژی، رشد تکنولوژی خیلی چیز خوبیه، خیلی فرآورده‌های جدید خیلی قابل استفاده هستش، ولی این باعث شده که یک سری مزاری هم کنار خودش بیاره. در مورد این که همون باعث شده مثلا فرسان ما میبینیم که توی جوامع جدید صدا خیلی زیاده، حرکت خیلی زیاده، حرکت هر سوژه هر روز داره عوض میشه، رقابت خیلی زیاده، بعد میبینیم که روابط انسانی خیلی از هم گسترده شده، اعتماد دیگه نیستش. یعنی قبلا مثلا فرض کنید همیشه به آدم اعتماد به دکترش داشت، اما الان آدم وقتی میان پیش من، قبلا رفتار رو انترنت هزار تا چیز رو خودشون دیدن، بعد میان اینجا اصلا اطمینان نداره. یعنی آدم دیگه به هیچ کس، به هیچ کس زیاد اطمینان نداره و همه اینا پسیکوتوکسیکه، یعنی مثل سمایی هست واسه روح من. یعنی میبینیم که هیچ آدمی این ذهنش رو یک دقیقه آروم نمیذاره و همونطور که آب آلوده است، هوا آلوده است، روح انسان، ذهن آدم هم میتونه آلوده بشه. و این در حقیقت ما همونطور که جسممون احتیاج به این داره که یه مقداری استراحت بکنه، روحمون هم احتیاج به استراحت داره، ذهنمون هم احتیاج به استراحت داره، در حالی که ما دائما از این ذهن داریم کار میکشیم، کارهایی که بس وقتا واقعا زیاد
به دردمون هم نمیخوره. اخبار نگاه میکنیم از همه جای دنیا خبر داریم. دائما تلفن دستمونه. دائما هیچ لحظه مغزمون آروم نیست. همونطور که ورزش یک لازمه زندگی مدرنه در حقیقت، ورزش از سالهای 50 اومدش تو زندگیه که این همه تبلیغشو بکنه و الان دیگه لوکس نیست ورزش. واقعا واسه این که سالم باشه آدم مجبوره ورزش کنه. مدیتاسیون هم به همین شکله. من فکر میکنم الان وارد شده وارد جامعه، ولی تا چند سال دیگه خیلی بیشتر مثل ورزش میشه. یعنی که آدما احتیاج دارن به اینکه ذهنشون هم به یه مقدار به استراحت. صبح صحبت کردم راجع به این که بودن در زمان حاضر پایه و اساس این روش هستش. ولی حالا چجوری ما میتونیم برسیم به این؟ یعنی ما نمیتونیم با آدم ها بگیم و خودمون رو خونیم حالا تو زمان حاضر باش. ما میبینیم مثلا وارد خونه میشیم، میایم نمیدونیم کلیدمون رو کجا گذاشتیم، نمیدونیم مثلا کیفمون رو کجا، یه کارهایی رو میکنیم نمیدونیم انجام دادیم ندادیم. چرا؟ چون ذهنمون تو زمان حاضر نیست. برای اینکه از این استفاده، از یه چیزی استفاده بکنیم که ما رو به زمان حاضر وصل بکنه، از یه نشانه متحرک استفاده میکنن که باعث میشه که ذهن متمرکز بشه. خیلی وقتا از شما مدیتاسیون کردیم بدونی که بدونی، مثلا وقتی آدم میره لب دریا، وقتی موج دریا رو نگاه میکنن یه دفعه محو میشه تو این دیدن موج دریا که دائما حرکت میکنه و این حرکت ها هر دفعه به شکل قبل نیستش. بعد از یه مدت همون حالت خلسه بهش دست یا وقتی کنار آتیش شومینه باشین میبینین که وقتی یه مقدار زیادی بهش خیره بشین این حالت به آدم دست میده. ولی چون ما احتمال این یا امکان این که همیشه بریم دم دریا یا کنار آتیش شومینه باشیم و نداریم، از یه چیزی استفاده میکنیم که همیشه با ماست. ما میدونیم که جسممون همیشه تو زمان حاضره، ولی روحمون که پرواز میکنه میره به گذشته، میاد به آینده، این و اون ور میره. پس از این خاصیت جسممون استفاده میکنیم و از نفس کشیدنمون استفاده میکنیم برای اینکه چیکار کنیم به زمان حاضر متصل بشیم. برای بودن در زمان حاضر فقط کافیه که شروع میکنیم به نفس کشیدن. دو نکته رو باید توجه داشته باشید. یکی این که اول صاف بشینید. کلا صاف نشستن توی مدیتاسیون خیلی مهمه، یا صاف ایستادن، چون خود این حتی اولا باعث میشه که آدم به خودش اعتماد به نفس آدم زیاد بشه. دومی که قفس سینه آدم باز میشه و هوای بیشتری وارد بدن میشه، وارد ریه ها میشه و اکسیژن بیشتری به مغز آدم میرسه. و یکی دیگه هم یه آزمایش کردن که دیدن بعد از 10 دقیقه صاف نشستن مقدار هورمون کورتیزول که در حقیقت هورمون استرس‌زاست این کم میشه و مقدار هورمون شادی آفرین دوپامین زیاد میشه، حتی به مقدار 10 دقیقه. خب یکی پس نشستن به همون جوری که گفتم پاهاتون زمین رو لمس بکنه، دستاتون رو روی موناتون بذارین یا روی زانوتون بذارین و پشتتون صاف باشه، کاملا صاف باشه. سعی کنین که این شونه هاتون رو آزاد کنین، آروم باشه، راحت باشه، خودتون رو منقبض نکنین، صاف بشینین. و یکی دیگه هم که وقتی میخواین نفس بکشین سعی نکنین که نفس کشیدناتون رو کنترل کنین. نفس کشیدن یه امر اتوماتیکه، خود به خود انجام میشه. کاری که ما تو اینجا میتونیم بکنیم فقط اینه که دنبال بکنیم نفس کشیدنمون، با نفس کشیدنمون باشیم، تمام حواسمون رو ببریم روی نفس کشیدنمون. میبینیم که اولین کاری که اولین حرکت دم هستش. وقتی که نفس میکشین آرام آرام هوا وارد ریه هاتون میشه، در یک بازدم هوا خارج میشه. هوایی که خارج میشه میبینین که یه مقدار گرمتره از هوایی که در دم وارد ریه تون شد. وقتی نفس میکشین در دم قفسه سینه میره بالا، در بازدم قفسه سینه میاد پایین. وقتی که دم تبدیل به بازدم میشه، اگه دقت کرده باشین یه مکس کوتاهی وجود داره، بعد با بازدم هوا خارج میشه. در دم عضلات شکمتون منقبض میشه و در بازدم عضلات شکمتون
منبسط میشه. ممکنه که شما الان حواستون پرت بشه، یه چیزایی فکر کنین. اگر در این حالت هستین میتونین نفس کشیدناتون رو بشمارین، بگین دم یک، باز دم یک، دم دو، باز دم دو، همینطور تا پنج تا. شاید فکری به ذهنتون میاد، هر فکری که اومد به ذهنتون سعی کنین اون رو نگاهش کنین، سعی نکنین باهاش مبارزه کنین که از بین بره، ولی یه نوع نگاه کردن خاص، اونو به عنوان یه پدیده فکر نگاهش بکنین، پدیده مغز نگاهش بکنین، در موردش قضاوت نکنین، نخواهیم تحلیل تجزیه تحلیلش بکنین، نخواهیم انتخابش بکنین و نخواهیم بد و خوب بهش بگیم. فقط بگیم الان من در حال تمرینم و بر میگردم دو مرتبه به تمرین، دوباره میرم روی نفس کشیدنم، خودم رو تثبیت میکنم روی نفس کشیدنم. هر بار که شما این حرکت ها رو انجام میدید، یعنی فکر میاد به مغزتون و شما بر میگردیم به نفس کشیدن، این درست یک حرکت چیه؟ یک حرکت مثل ورزشه که عضلات بدن آدم رو قوی میکنه، این قدرت تمرکز شما رو بالا میبره. یعنی اگر شما این حرکت ها رو ادامه بدین، بعد از یک مدتی قدرت تمرکزتون زیاد میشه، بیشتر از حالت عادی حالت پاسیونس پیدا میکنید، حالت اینو پیدا میکنید که آدمایی باشیم که صبر و تحملتون زیاد میشه. و در اینجا تمرین ما به پایان میرسه. فقط چند تا چشماتون رو میتونیم باز بکنیم، چند تا کنسل، چند تا توصیه هستش که بهتون میکنم. این که ممکن از خودتون بپرسید خب این تمرین به چه درد میخوره. این پایه و اساس تمام مدیتاسیون است. یعنی اگر واقعا کسی علاقه داره، اولا که یه چیز پرانتز باز کنم، همه دوست ندارم مدیتاسیون ها، همه مجبورم نیستم مدیتاسیون انجام دارم، بعضی دوست دارم بعضی دوست ندارم، بعضی براشون چیز مفیده بعضی ها نه. اگر براتون جالبه بدونیم که این تمرین باعث میشه که تمرکز آدم بره بالا، فکرهایی که میاد و برمیگرده در حقیقت خود این بعد از 3 ماه، اگر هر روزی 3 بار شما این کار رو انجام بدین، توی مغز یه تغییراتی ایجاد میشه که این تغییرات نشون میده که قدرت تمرکز رفته بالا. این تغییرات در حقیقت نشون دهنده که مقدار استرس اومده پایین، و اینا رو با امارای فونکسیونل نشون دادن. چون که وقتی این کار رو انجام بدین، بعد از یه مدتی اگر از 3 دقیقه بیشتر باشه، طولانی مدت باشه، قاعدتا فکرها میاد. یعنی بعضی وقتا شما مجبورین 10 بار، 20 بار، 100 بار، 1000 بار هی برگردیم به تنفس. گاهی اوقات هستش که اصلا متوجه نمیشین که فکر اومده، یه دفعه ببینی آه مثلا توی یه خیابونی دارین راه میدین، به نظرتون میادم یعنی تو فکرتون، در حالی که اینجا نشستیم. ولی همین که متوجه بشین که ما دارم از تمرین خارج میشم، خود این خیلی مثبته و خود این در حقیقت یه حرکت مثل یه ورزشه. به طور کلی تو زبان سانسکریت مایندفولنس به عنوان به معنی تمرین روح یا ورزش روحه. این یک نوع ورزش روحه.